خب با سلام و تشکر از اینکه این فرصت رو به من دادید که بحثمو مطرح کنم در ارتباط با سوالی که طرح شده. خب باید بگم این سوال خب خیلی ژئوپلیتیکه و ژئوپلیتیک هم به هر حال عرصه عملکرد قدرت هاست و عرصه‌ای که درش در واقع مردم عادی به ویژه طبقات فرودست همواره قربانی میشن و توی این عرصه ژئوپلیتیک شاید از هر چیزی بدتر این رمز و راز اسطوره شرایط نجنگ نصلح که در واقع بیش از هر چیزی به نفع قدرت‌های کوچک و بزرگ عمل میکنه، شرایطی که در واقع اجازه میده به اونا هر کار دلشون میخواد بکنن، به عنوان شرایط استثنایی دخالت کنن، انواع به هر حال صدمه ها رو به هر کسی بزنن و از دیر با همدیگه در واقع معامله بکنن یا یه جوری در واقع این شرایط نجنگ نصلح اجازه میده که از طریق رسانه ها و دستکاری روانشناسی مردم حراس اونها از جنگ رو در واقع باز دامن بزنن و به طرق مختلف از این استفاده کنن در جهت مقاصد خودشون. من فهم میکنم اتفاقا سه نیرویی که تو سوال مطرح کردید، امریکا و ایران و اسرائیل، نمونه خیلی خوبی هن از اینکه چگونه در واقع این شرایط نجنگ نصلح اجازه میده به این قدرت ها که برخلاف و در واقع منافع واقعی مردمان واقعی شروع کنن رد و بدل کردن قدرت و استفاده از این شرایط. در واقع در مورد مثلا ایران و اسرائیل شما به خوبی میبینید که طی این سالها در واقع این دشمنی بعضن ظاهری از برخی جهات که هیچ وقت هم همین به جنگ واقعی نمی کشه به نفع ارتجایی ترین نیروهای همین بنیادگرایی دینی چه در اسرائیل چه در ایران تموم شده. هر دو در واقع حکومت و جناح‌های اتفاقا ارتجایی هر دو حکومت از این جنگ حالا واقعی ظاهری به هر شکلی کاملا استفاده کردن برای همین ترسوندن مردمان خودشون، برای دامن زدن به تبلیغاتشون و تقویت حالا ایدئولوژی های در واقع ارتجایی و همین بنیادگرای خودشون. این همین رو در ارتباط با چنانم اصلا دوگانه ایران و آمریکا طی این 40 سال میبینیم که چگونه در واقع همین شرایط نجنگ و نصلح اجازه داده به دخالت‌های مختلف قدرت‌های بزرگ به ویژه همین آمریکا یا قدرت‌های اروپایی در کل منطقه خاورمیانه. این دخالت‌ها به شکل‌های مختلف در واقع زمینه ساز ظهور گروه‌هایی مثل القاعده و نمی‌دونم داعش بوده و از اون ور کاملا میشه دید که طی این سال‌ها انواع دخالت‌های نظامی آمریکا و متحدانش، اشغال در واقع لبنان توسط اسرائیل، اشغال عراق توسط آمریکا، دخالت عربستان و امارات در یمن، همه اینا از قضا اتفاقا شرایط اون منطقه رو بحرانی کرده، قدرت‌های موجود رو متزلزل کرده و گذشته از اینکه حالا به هزار شکل مختلف برای خود
این دخالت کنندگان مثل آمریکا و غیره منافع داشته، نهایتا به ایران اجازه داده اقلیت‌های شیعه این مناطق رو سازمان بده، مسلح کنه و اونا رو تبدیل بکنه به نیروهای نیابتیش. یعنی هر دو طرف از این قضیه کاملا منتفع شدن و این بساط حالا نه جنگ و نه صلح هم به غربی ها اجازه داده هر جور که دلشون میخواد دخالت نظامی و غارت منابع بکنن، مثل وضعیت عراق رو ما بعد از 20 سال بعد از شمدونم افتادن صدام داریم میبینیم، و هم از اون ور اتفاقا برای حکومت ایران که خب حالا امکان دسترسی به سلاح‌های جنگی پیشرفته نداشته این اجازه رو داده که در واقع نیروهای نیابتیش در کل منطقه به راه بیفتن و خب بدو بستون چند منافع و تهدید متقابل و غیره. به هر حال اینم یه وسیله، یک فرق با موشک و اونم بمب اتم و اینا نداره. این وسط در واقع فقط مردم واقعی هستند که از در هر دو طرف این به اصطلاح شرایط نه جنگ و نه صلح در واقع قربانی میشن. خب این خودش یه بحث طولانیه که حالا من نمیخوام واقعا واردش بشم. گفتم میشه موارد متعددشو خصوصا تو خاورمیانه در ارتباط با همین دعوای ایران و آمریکا از زمان اشغال سفارت و بعد جنگ ایران و عراق با حمایتی که آمریکا و غرب از عراق کرد و بلایی که این دو واقعه بر سر در واقع انقلاب 57 آورد و اون انقلاب رو تبدیل کرده وسیله برای ساختن یک استبداد دینی تئوکراتیک. ولی خب اون بحث به کنار، در حد عادی به نظر میرسه که همونجور که گفتم هیچ کدوم از این سه نیرو نمیخوان و در شرایط موجود نه توانشو دارن وارد جنگ خیلی عجیب و غریب بشن. ولی خب این شرایط نه جنگ و نه صلح به هر ستاشون اجازه میده که مانور کنن و به هزار شکل حالا زیرزیرکی با هم دیگه دیل کنن، معامله کنن یا به هر شکلی منافع خودشون رو دنبال کنن. ولی خب جنگ ذاتاً یه پدیده غیر منطقی و بیرون از حساب و کتابه، بنابراین به رغم باز این وضعیت و اینکه این سه نیرو میخوان میتونن وارد یه جنگ اساسی بشن، ولی خب هر چیزی ممکنه. یعنی اینها قادر مطلق نیستند و تصادف، اشتباه به هزار شکل میتونه باز یه حادثه رو به وجود بیاره. من فکر میکنم با توجه به حالا همین که گفتم شرایط نه جنگ و نه صلح به نفع قدرت های عمل میکنه در هر دو سوی در واقع به اصطلاح جبهه، احتمالا اگرم حالا تصادفی پیش بیاد در یک سطحی کنترلش میکنن و سعی میکنن به هر حال نذارن خیلی کار از دست در بره. ولی باز اون هم تضمین 100% نداره، به ویژه با توجه به همین در واقع نیروهای میشه گفت مجنون و دیوانواری که در همین شرایط نه جنگ و نه صلح بر اساس ترسوندن مردم و همین هی این مسئله جنگ و پیش کشیدن فضا رو در دست گرفتن و حالا دیگه وضعیتی که امروزه در غزه هست و حمله اسرائیل به خوبی نشون میده که نتایج این بازی قدرت ها در فضای نجنگ و نسل چگونه یه جاهایی در واقع قیمتشو همین 30,000 کشته فلسطینی میپردازه. من حالا از باقی مانده فرصت استفاده میکنم اتفاقا برای همین که این نکته رو روشن کنم که تردیدی نیست در اینکه آنچه ما باش روبرو هستیم جنگیست برای در واقع همین پاکسازی نژادی، از بین بردن فلسطینی ها،
و به هر حال تصرف ارضی، حالا چه در غزه چه در کرانه غربی، از سوی اسرائیل همراه با به هر حال حمایت زمینی غرب، خب تردیدی نیست تو این فضا. من باید بگم ما نمیتونیم خواستار در واقع یه جور مبارزه یا سیاست پاک باشیم، یعنی دنبال این باشیم که همواره نیروهایی که درگیر میشن اونی باشن که ما میخواییم و دقیقا اون خط خیر و شر رو مثلا رعایت کرده باشن. نمیشه بین فلسطینی خوب و بد در واقع فاصله گذاشت، بین حماس یا فلسطینی ها. شکی نیست که حماس خب یه گروه تروریستیه، ولی این تروریسمیه که تروریسم یه ملت له شده ای که 70 ساله داره میجنگه، این فرق داره با تروریسم فرقاً دولتی که آمریکا به کار میبره یا تروریسمی که دولت‌های منطقه‌ای از طریق همین گروه‌های نیابتیشون به کار میبرن. و خب در این تردیدی نیستش که اگه آدم بخواد همین مثل شما خیلی از بسیار روشن فکرهای مترقی غربی مثلا جودیت باتلر بره بر اساس یه ساختار اخلاقگرا و فردگرا قضیه رو بررسی بکنه، اصلا جایی برای مبارزه باقی نمیمونه، جایی برای سیاست و مقاومت در برابر در واقع استعمار یا فکرهای مختلف سلطه باقی نمیمونه. تردیدی نیستش که شرایطی که بعد از در واقع حمله اسرائیل پیش اومد خیلی چیزا رو اتفاقا تغییر داد و روشن کرده، از جمله این که این جست مثلا در واقع رعایت حقوق بشر میتونه تو شرایط استثنایی حتی تو خود غرب هم زیر سوال بره و میبینیم که افراد به خاطر گفتن یه جمله غلط تو مثلا توییتر حتی کارشون رو از دست میدن. و از اون ور در واقع دیدیم که دیگه عملا ماهیت دولت همین صهیونیستی اسرائیل کاملا روشن شده که دنبال در واقع یه جور همین قتل عامه و تصرف مناطق به هر قیمتی. ولی خب نباید فراموش کرد که درست ما نمیتونیم در واقع دنبال یه جور فلسطینی خوب باشیم که با حقوق بشر و اخلاق فردی سازگاره، چون در این صورت اصلا دیگه باید اصلا مبارزه رو بذاریم کنار. ولی این به این معنی هم نیستش که به ویژه الان که بنده اینجا نشستم نه نقشی دارم نه میتونم شرایط جنگ رو تغییر بدم، نه میتونم نه سلاحی به هیچ کدوم از دو طرف برسونم، نه میتونم برسونم کمکی به خود فلسطینی ها بکنم. توی این شرایط اینم یه اسطوره دیگه ایست که نمیشه نقد کرد این ناخالصی رو. بله سیاست هیچ وقت خالص نیست، دنبال یه جور سیاست آرمانی یا یه مبارزه آرمانی که یه طرفش کاملا خیره یه طرفش شره نباید گشت. الان در واقع نماینده فلسطینی ها همین حماس، حالا این کاری که کردم تو اون شرایط شاید تنها راه بوده. باید دید در آینده آیا قیمتی که پرداخت شده ارزش این کار رو داشته یا نه. این بحث به هر حال تصادف و تاریخ و ریسکیه که تو هر سیاستی هست، ولی در واقع پذیرش این به نظر من اصلا به این معنی نیست که نمیتونیم نقد کنیم، یعنی نمیتونیم اتفاقا اون سویه های تاریکی رو که توی جبهه‌ای که بهش علاقه داریم وجود داره رو رو نیاریم. مثل این که در واقع میتونست تو 7 اکتبر به شکل دیگه ای عمل بکنه، و این که به هر حال اونجا هم آدم کشی رخ داده و خیلی از هم اسرائیلی های بیگناه هم کشته شدن. دفاع از فلسطین و حتی حماس تو این شرایط به هیچ وجه ضرورت نداره که من اینجا از حماس یه تصویر ایدئال بسازم یا ازش انتقاد نکنم. این حتی میتونه چه میدونم
یه شکلی از انتقاد از خودم باشه، حتی اگه منم تو اونجا بودم باز میتونستم این سویه های منفی جناح خودم رو بیارم. اسطوره یه جور سیاست ناب اخلاقی رو باید کنار گذاشت، ولی از اون بر اسطوره این که هر نوع نقدی هم میتونه منفی باشه رو باید کنار گذاشت. این حرف اصلی بود که من میخواستم در این باره بگم.